نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه پنجم رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تخصیص‌هایی که در اجرای احکام شرعی به آنها در آیات قرآن کریم و روایات اشاره شده فرمودند، فقها چنین نظر دادند که برخی از آیات قرآن کریم و بعضی از روایات همه واجبات و همه محرمات را تخصیص می‌زند و حکم اولیه آنها را به دلیل این استثناها به حکم و عنوان ثانوی تبدیل می‌نماید. معظم الله در ادامه با اشاره به برخی از این آیات و روایات در این زمینه فرمودند، در آیه 78 سوره حج آمده و در دین اسلام برای شما در انجام تکالیف حرج و مشقت قرار داده نشده است. همچنین در آیه 185 سوره بقره آمده، خدای متعال برای شما حکم و تکلیف را آسان خواسته و مشکل نگرفته است. و همچنین حدیث شریفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند، هر گونه ضرر دیدن و ضرر رساندن در اسلام وجود ندارد، لذا علارغم آنکه در بسیاری از اوقات این اعمال اگرچه فی نفسه واجب می باشد، اما به دلیل همین استثناهای شرعی و تخصیصها همچون حرج و عسر و ضرر امکان تعطیل شدن و یا تأخیر در اجرای واجبات و محرمات وجود دارد. ایشان با اشاره به روایت دیگری از پیامبر اکرم که اگر به این جهت نبود که من خوش ندارم افرادی بگویند محمد صلی الله علیه و آله از گروهی کمک گرفت و پس از پیروزی بر دشمنان یاران خود را کشت، اگر چنین نبود من گردن گروه زیادی را می زدم، فرمودند، با آنکه اجرای حدود الهی از واجبات است و نه تعطیلی، بلکه حتی تأخیر در اجرای آن از محرمات است و اینکه حکمی که امروز امکان اجرای آن وجود دارد به تأخیر افتاده و به فردا موکول شود، از کبائر شمرده شده. پیامبر اکرم حسب این روایات فرمودند که من در بسیاری از موارد اجرای حدود را تعطیل کردم تا نگویند که این پیامبر بی وفاست. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تأکید فرمودند، این تخصیص ها و استثناها باعث شده که احکام اولیه شرعی حتی تعطیل شود، نه آنکه در اجرای آن تأخیر شود، لذا این گونه موارد سبب شده که بسیار از حدود اجرا نشود. یکی از دلایل آن همین است که موجب بدبینی نگردد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. میدونم نه این حکم اولیه یا نه، لا ضرر تخصیصش میزنه یا نه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج تخصیصش میزنه یا نه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر تخصیصش میزنه یا نه. بله، چرا نه؟ یعنی اونی که اخص مطلقه مثل لا عسر و لا حرج و لا ضرر و امثال اینها. بله، همون میدونم، اما اگه بیش از مورد ضرر در باب صوم این هست، فقها گفتن صوم ضرریه دیگه، اما اگه ضرری شد چرا رفع میشه؟ با اینکه ضرریه چرا رفع میشه؟ تنها مرحوم محقق نراقی گفته صوم بالا حرج رفع نمیشه، قد متعارف حرج آها، اما اگه بیشتر شد چرا رفع نشه؟ میدونم باشه، به نتیجه حکم اولیه، حکم اولیه اگه عنوان ثانوی برش مرتب شد جاری نمیشه. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 10:45 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام، ماهواره 100، فرکانس 120.73 بیننده نشست علمی باشید. Oh,